تغییر ناپذیر بودن مرزها، لزوم خاتمه اشغال، لزوم احترام به حقوق اقلیت‌ها، بازگشت آوارگان، عدم دخالت خارجی. اصول پیشنهادی تهران برای حل مناقشه قره‌باغ. معاون وزیر خارجه ایران کلیگویی می‌کند یا تهران واقعاً طرحی دارد؟ در 60 دقیقه امشب از سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان می‌پرسیم. در شرایطی که تلاش‌های آمریکا و روسیه برای برقراری صلح در منطقه تا حالا موفق نبوده، ایران چه نقشی می‌تواند بازی کند؟ در ادامه برنامه امشب. با کشدار شدن گفتگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان، حرف از میانجیگری قطر است. انتظارهای دو طرف در زمینه تغییر ساختار نظام چیست؟ اصلا میتوان امارت و جمهوریت را در هم ادغام کرد؟ آخرین تلاش‌ها برای جذب رأی در ایالت‌های سرنوشت ساز، 3 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. دونالد ترامپ به پنسیلوانیا رفته، جو بایدن و باراک اوباما به میشیگان. نمیتونیم زیر بار این مسئولیت قد علم کنیم، بکشیم کنار. پاسخ به معلم‌های ناراضی از شرایط صنفی یا خطاب به مدیران کل. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید مخاطب سخنان جنجالیش معلمان نبودند. باند جیمز باند. Tell me, Miss Strange, do you play any other games? I mean, besides Chemin de Fer. و خداحافظی با معروفترین مأمور مخفی روی پرده سینما، شان کانری، در 90 سالگی درگذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. از زخم کهنه‌ای که در قره‌باغ سرباز کرده همچنان خون جاری است. طرفین درگیری برای چندمین بار آتش بس را شکستند و حالا میانجیگری هم یک موضوع جنجالی شده. آمریکا میگوید که باید یک نیروی پاسدار صلح در این ناحیه مستقر شود، ولی تاکید کرده که ترکیه نه میتواند میانجی باشد و نه عضو نیروهای پاسدار صلح. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، البته با سفر به باکو، مسکو و ایروان از گفتگوهای سیاسی حرف میزند. این مناقشه به کجا خواهد کشید؟ آیا آنچه در دهه 90 میلادی رخ داد تکرار می شود با 30,000 کشته و 1,000,000 آواره؟ کدام کشور در جهان یا منطقه جایگاه بهتری برای میانجیگری دارد؟ و موضع ایران فارغ از تعارفات دیپلماتیک چیست؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از مهرداد فرحمند. پلیس در برابر شعبه مکدونالد در باکو برای جلوگیری از حمله احتمالی. خیلی از آذری‌ها مکدونالد، KFC و پاپا جونز را تحریم کردند. اونlar bizim düşmanımızdı. البته نه در واکنش به حرف‌های مشاور امنیت ملی آمریکا، بلکه چون این سه غذاخوری زنجیره‌ای شعار قره‌باغ مال آذربایجان است را از سایت‌های اینترنتیشان حذف کردند. تاکنون هم حاضر نشدند توضیح بدهند چرا، اما به نظر می رسد اقدامشان در راستای حفظ بی‌طرفی به عنوان مؤسسه‌های جهانی باشد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، به تهران بازگشته. می‌گوید با پیشنهاد او برای پایان مناقشه در قره‌باغ برخورد مثبتی شده، اما تاکنون توضیح نداده پیشنهاد او دقیقاً چیست، چرا حلی دارد که دیگران ندارند. حرفهایش همه کلیگویی هایی است که دیگران هم گفتند. ما اصولی که در حقوق بین الملل توسط به هر حال غالب کشورهای دنیا پذیرفته شده هست، اینها رو آوردیم مبنای کار و مبنای حل و فصل این بحران قرار دادیم. خب این اصول از احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی شروع میشه، تغییر ناپذیر بودن مرزها، لزوم خاتمه اشغال، لزوم احترام به حقوق اقلیت‌ها، بازگشت آوارگان، عدم دخالت خارجی، خروج عوامل خارجی از منطقه. جمله آخر عباس عراقچی، یعنی حضور نیروهای خارجی پشت مرزهای ایران، به نظر میرسد نگرانی اصلی جمهوری اسلامی باشد.
پل خداآفرین معروف به پل حسرت نماد پایان اشغال آن سوی عرص شده و آغاز فصلی تازه. اینکه همچون زمان جنگ جهانی اول ایران بعد ترکیه را در جایی ببیند که پاره جدا شده از تن خود می‌داند. بازپسگیری سرزمین‌های آن سوی عرص از دست ارمنی‌ها با کمک مستقیم ترکیه امکان پذیر شده. بدیهی است ترکیه در هر گونه بهره برداری از این خاک در آینده اولویت خواهد داشت. قره‌باغ در محاصره است. اینجا شوشی یا شیشه مرکز تاریخی قره‌باغ است که پیوسته آماج راکت‌های آذری‌ها بوده. رئیس جمهوری خودخوانده قره‌باغ هشدار داده که آذری‌ها به 5 کیلومتری شوشی رسیدند و شوشی در دست هر که باشد قره‌باغ از آن اوست. این هشدار یعنی ما را دریابید. ارمنی‌ها در وضعیت دشواری‌اند. هرچه توان داشتند به جبهه فرستادند. داوطلبان دیگر با تفنگ چوبی آموزش می‌بینند، در حالی که آذری‌ها با پیشرفته‌ترین سلاح‌ها به ارمنی‌ها حمله می‌کنند. امید ارمنی‌ها به روسیه رنگ ناامیدی گرفته. روسیه گفته تنها در صورت حمله به خاک ارمنستان به کمکشان می‌آید. آذری‌ها هم کاری با خاک ارمنستان ندارند. شاید واپسین راهی که برای ارمنی‌ها مانده ایستادگی در قره‌باغ به بهای تلفات غیر نظامی چشمگیری باشد که قدرت‌های جهانی را به واکنش جدی و فرستادن نیروی پاسدار صلح برانگیزد تا ارمنی‌ها بتوانند آنچه از قره‌باغ باقی مانده را همچنان نگه دارند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. افشار سلیمانی، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان از تهران با ماست. آقای سلیمانی، اول ایران چقدر میتونه در جایگاه میانجی قرار بگیره؟ سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم. ببینید، این سابقه میانجیگری ایران به اردیبهشت سال 1371 برمیگرده، اون موقعی که شروع شده بود این مناقشه، زمانی که آقای ایاز متلبوف کنار رفته بود و کفیل ریاست جمهوری آقای یعقوب محمدوف بود و در ارمنستان آقای ترپتروسیان رئیس جمهور بود و در ایران مرحوم هاشمی رفسنجانی. در تهران یک نشستی برگزار شد که میانجیگری بکنه ایران و مناقشه در واقع متوقف بشه، آتش بس بشه و از طریق مذاکرات این مسئله حل بشه. اما همون موقع همزمان با صدور بیانیه تهران اتفاقاتی در آذربایجان افتاد که عملا این میانجیگری با شکست مواجه شد. یعنی شوشا سقوط کرد، اون موقع شوشا سقوط نکرده بود، فقط قره‌باغ اشغال شده بود. چون در ظرف چند سال این اتفاق افتاده. اما از اون سالها به بعد، از سال 92 میلادی که گروه مینسک قرار سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار شده این میانجیگری رو انجام بده، در سنوات مختلف، در دوره‌های مختلف این موضوع میانجیگری مطرح بوده و ایران دیدارهای دو جانبه ای رو با در واقع آذربایجان و ارمنستان هم داشته. اما چون تأکید بر این بوده که فقط گروه مینسک باید این میانجیگری رو انجام بده، هیچ وقت به کشورهای دیگه مثل ایران، ترکیه و دیگران اجازه ندادن ورود بکنه در این میانجیگری. چرا الان خیلی حرف از گروه مینسک نیست؟ حتی آمریکایی ها میگن که نباید خیلی هم به گروه مینسک اجازه کار داد. خب ببینید، گروه مینسک از سال 92 تشکیل شده و مخصوصاً از سال 94 که آتش بس در واقع بر اساس قرارداد بیشکک شروع شده بین دو طرف، در این سالها نزدیک حالا 28 سال گروه مینسک عملاً کاری نتونسته بکنه و هیچ در واقع صلحی صورت نگرفته، یک قدم هم پیش نرفته. البته روی طرح‌های مذاکره کردن، اما همون طرح‌ها به جایی نرسیده، از جمله طرح مادرید که آخرین طرحی بوده که در مادرید اسپانیا نشستن صحبت کردن که بر اساس اون مرحله‌ای این مناقشه حل بشه و همینی که الان صحبتش هم هست که 5 شهر اول آزاد بشه، بعد آتش بس بشه، بعد نیروهای حافظ صلح بیان، بعد مذاکره ادامه پیدا بکنه در مورد قره‌باغ و اون دو شهر دیگه هم بعداً آزاد بشه. همین الان آذربایجان رفته جلو و تقریبا حدوداً 4 شهر از همون 5 شهر رو برگردونده به خودش و داره ادامه میده. بنابراین من فکر می‌کنم که گروه مینسک به خاطر ناکارکردی خودش عملاً با مشکل مواجه شده. چقدر دو طرف این مناقشه ایران رو قبول دارند، چه در ایروان چه در باکو؟
ببینید این دو طرف مناقشه به صورت تلویحی قبول دارن، اما چون یه سری مسائل هست که در واقع رویکردهای مختلفی وجود داره بین در واقع دو کشور، یعنی ایران و آذربایجان و ایران و ارمنستان، و اساساً اونها خودشون هم استناد میکنن که گروه مینسک تا حالا، یعنی اینجوری بوده، گروه مینسک باید این کارو بکنه، برای دیگران اجازه ورود نمیدن. البته ما در یه دوره ایران با گروه مینسک هم ارتباط داشت، صرفا برای اینکه در واقع از با توجه به اینکه ایران با دو تا کشور درگیر هم مرز هست و به لحاظ امنیتی براش مهمه، اینها گزارشاتی رو از کاراشون نسبت به اینکه در کدوم مرحله هستن، چه کار دارن میکنن، به ایران میدادن. اما به هر حال بحث امنیت مرزی خیلی مهمه. الان هم که چون بحث صحبت از این هستش که حالا اینکه چقدر راسته چقدر دروغه، نیروهای تکفیری در منطقه اومدن، نمیدونم اون طرف میگه پککه اومده، ادعاها و اظهارات مختلفی وجود داره، به هر حال اینها بایستی که مورد کنکاش قرار بگیره و شفافیت داشته باشن، کشورها با هم این موضوعات رو حل کنن که روند مذاکرات دقیق‌تر و شفافتر پیش بره. فضا به گونه ای هست که یک نیروی پاسدار صلح در منطقه مستقر بشه؟ ببینید نیروی پاسدار صلح، روس ها چون کلید حل بحران به نظر من عمدتا دست روسیه است. همین الان هم که روسیه این سری یه مقدار کوتاه اومده، همیشه خب از ارمنستان حمایت میکرده و اساسا این مناقشه با حمایت روسیه شروع شده، یعنی اراضی آذربایجان با حمایت روسیه و ارتش شوروی سابق که بعد از فروپاشی در قفقاز بوده، در از گرجستان و آذربایجان اینا همه منتقل شدن به ارمنستان و در خود ایروان و در گیومری ارمنستان روسا پایگاه دارن. الان هم 5000 نیروی نظامی روسیه در ارمنستان مستقرن و مرزهای ارمنستان با سایر کشورهای همسایه‌اش توسط نیروهای روسی کنترل میشه. بحث این هستش که روسا دوست دارن که اون نیروهای حافظ صلح از روسیه باشه، تلاش میکنن این باشه که امریکا هم خب موضع گیری کرده، در واقع اسم روسیه رو نیاورده، گفته نه ترکیه هم نمیتونه بیاد وارد مذاکرات بشه و نیروهای حافظ صلح هم باید از کشورهای اسکاندیناوی باشه. برای اصولا نیروهای حافظ صلح باید از کشورهای بی‌طرف باشن. روس ها نگران مسائل اونجا هستن، بحث ترکیه هم از این ور اضافه شده، حالا ترکیه بوده ولی خب این دفعه خیلی حضورش جدی‌تر شده با توجه به مسائلی که الان اونجا هست و در آینده برای اینکه ترک‌ها تلاش میکنن از طریق نخچوان و آذربایجان بعد از اینکه حل بشه برن به سمت دریای خزر و اونجا بالاخره یا هم آسیای مرکزی و این مسائل، یه مقدار حساسیت روسا هم نسبت به این قضیه وجود داره. سپاسگزارم از افشار سلیمانی، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان از تهران با ما. منابعی در هر دو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان میگویند که توافق کردند تا قطر نقشه تسهیل کننده در این مذاکرات داشته باشد. گفتگوهای صلح میان دو طرف در یک ماه گذشته در قطر پیشرفتی نداشته و حتی بعضی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به کابل بازگشتند. در افغانستان همزمان با حرف و حدیث‌ها درباره گفتگوهای صلح با طالبان، بحث‌های داغی بر سر میزان انعطاف حکومت در برابر طالبان جریان دارد. طالبان تا حالا به کمتر از عنوان امارت اسلامی برای توصیف خود کوتاه نیامدند. ولی دو طرف درباره ساختار نظام چه میگویند؟ من در گزارشی سعی کردم پاسخ این سوال رو پیدا کنم. موسیقی آرام در لابی هتل شرق در دوحه قطر. در گوشه دیگری از همین هتل بیشتر از یک ماه است که دو هیئت درباره مناقشه خونین در نقطه ناآرام گفتگو می کنند. یک طرف به نمایندگی از طالبان و طرف دیگر به نمایندگی از دولت افغانستان. تقابل دو گفتمان هست، گفتمان جمهوریت و امارت. ما می خواهیم که توافق اساسی و نهایی بر اساس جمهوریت حاصل شود. فکر میکنیم که جمهوریت ظرفیت و ساختار بیشتر برای ایجاد توافق داره، اما اونها فکر میکنن که توافق اساسی بر مبنای امارت و ارزش‌های امارت باشه. افغانستان با هر دو نوع نظام آشناست. سال 1352 داوود خان با کودتای بدون خونریزی جمهوری رو برقرار کرد و سال 1375 طالبان به مدت 5 سال امارت اسلامی رو برقرار کردند. جمهوریت در دوران داوود خان در افغانستان شروع شد و بعد جمهوری واقعی دوران حکومت آقای کرزی بود. به چی دلیل؟ به این دلیل که او حکومت بر رأی اکثریت مردم به میان آمده بود و به معنی واقعی کلمه مردمی بود.
ضعف و قوت خود داشت مثل هر حکومتی، اما جمهوری بود. در تاریخ افغانستان ما امیر زیاد داشتیم، از امیر عبدالرحمن شروع میشه، امیر حبیب الله خان و امیر و امیر، اما امارت نداشتیم. امارت در دوران طالبان ساخته شد. طالبان در ویدیوهای تبلیغاتی خود پنهان نمی کنند که می خواهند امارتی اسلامی برقرار کنند و از توصیف خود به عنوان امارت کوتاه نیامدند. ولی آیا واقعا به دنبال همان امارت گذشتند؟ سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر حاضر نشد جزئیات بیشتری ارائه کند، ولی در پاسخ به سوال من این پیام را فرستاد. موضوع ساختار نظام از جمله موضوعات اجندا خواهد بود و سر میز بحث می شود. فعلا گفتن در این زمینه قبل از وقت است. با این وصف هیچ راهی وجود دارد تا بتوان دیدگاه های دو طرف را جمع کرد؟ جمع بین این دو دیدگاه تا حدود سخت و دشوار هست. البته باید کوشش کرد. در چارچوب جمهوریت ما حائل هایی داریم که می تواند تا حدود زیاد خواسته های جانب طالبان را تأمین بکند. یعنی هست ظرفیت های زیادی وجود دارد که می شود به خواسته های اساسی طالبان را در چارچوب جمهوریت تأمین کرد. مهم اینه که یک درک متقابل شکل بگیره در این زمینه. گفتگوها میان افغان هاست، ولی کم نیستند کسانی که میگویند سایه آمریکا همچنان بر فضای مذاکره سنگینی میکند. طرفین عمده جنگ در افغانستان در اثر فشار آمریکا و جامعه بین‌المللی در دوحا آمدند برای مذاکره. هر دو طرف می دانستند که حاضر شدن به مذاکره برشان نورافزا است، اما نفسن می دانستند که حاضر به تسلیم شدن به یک راه میانه هیچ کدامشان نیستند. حالا با رسیدن انتخابات آمریکا، مجال آمریکا هم تمام شده که فشار بیاره بر صلح در میز مذاکره. گویا کلید گفتگوها در ساختمان مجلل کاخ سفید است. روشن شدن تکلیف انتخابات آمریکا بر آهنگ گفتگوهای صلح افغانستان اثری تعیین کننده دارد. اینکه چطور می شود از این خون و انفجار گذشت و آهنگی صلح در افغانستان نواخت معلوم نیست. احتمالاً قصه صلح افغانستان بسیار بلندتر از داستانهای هزار و یک شب است. همونطور که اشاره شد، مدت هاست که گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان در نقطه شروع متوقف مانده. آنتونیو جیوستازی، نویسنده ایتالیایی و استاد دانشگاه کینگز کالج لندن که نویسنده چند کتاب پرفروش درباره افغانستان و طالبان است، میگوید تاکتیک طالبان انحلال دولت مرکزی است. در گفتگویی با او پرسیدم معلوم هست که طالبان از این گفتگوها چه میخواهند؟ به نظر من طالبان گزینه‌های متعددی دارند. فعلا آنها نمی‌دانند که این گفتگوها قرار است به چه نقطه برسد. در درجه اول آنها می‌خواهند اتحاد داخلی خود را حفظ کنند. به همین دلیل باید مطمئن شوند که نتیجه گفتگوها باعث اسلامی‌تر شدن نظام فعلی می‌شود. بنابراین رویای آنها اسلامی‌تر شدن ساختار است. البته نباید فکر کنید که اگر در برابر آنها انعطاف نشان دهید آنها از هدف بلند مدت خود دست بر می‌دارند. منظورتون این هست که در نهایت اونها هدفی غیر از ایجاد امارت اسلامی ندارند؟ تاکتیک طالبان این است که از اول شروع کنند. میگویند ما دو نظام داریم که همدیگر را قبول ندارند. بهتر است که هر دو نظام منحل شوند. بنابراین طالبان میگویند ما مصالحه میکنیم، ولی بهتر است که از اول شروع کنیم. یک دولت جدید بسازیم که نه جمهوری اسلامی باشد نه امارت اسلامی. هنوز اسمش را نمیدانیم، ولی طالبان قبول نمیکنند که حتی به صورت نمادین نام نظام بعدی جمهوری اسلامی باشد، چون از نظر آنها امتداد نظام فعلی در آینده تلقی می شود. از نظر شما طالبان می تونند حکومت فعلی رو سرنگون کنند اگر این گفتگوها به جایی نرسه؟ اگر آمریکایی ها خارج شوند، نیروهای امنیتی افغان قدرت مهار طالبان را ندارند. البته در دراز مدت.
همین حالا آنها با مشکل مواجه شدند. آمریکایی‌ها دخالت نظامی خود را در میدان‌های نبرد کم کردند و تعداد سربازان آنها در حال کمتر شدن است. شما می‌بینید که وقتی طالبان دفاعی عمل می‌کنند، قدرت بستن راه‌ها را دارند. حتی در جاهایی مثل هلمند که در آنجا هموارتر است و مخفی شدن سخت‌تر. ولی با آن هم طالبان قدرت نزدیک شدن به پایگاه‌های دولت را دارند. وقتی آنها در این جاها که دولت سعی می‌کند حضور قوی داشته باشند، قادر به بستن راه‌ها هستند، در جاهای دیگر به راحتی می‌توانند مشکل ایجاد کنند. مثلا در سیدآباد در وردک که شاهراها از میان ارتفاعات می‌گذرد، یا در بخش‌های از غزنی به راحتی می‌توانند راه‌ها را ببندند. اگر دولت افغانستان بخواهد به تنهایی بجنگد، نمی‌تواند راه‌های اصلی را باز نگه دارد. اگر نتواند راه را باز نگه دارد و نیروی هوایی قوی نداشته باشد، شهرها سقوط می کند. باید انتظار داشته باشد که خیلی از جاها به کنترل طالبان در بیاید. من فکر می کنم که دولت نیروی هوایی قدرتمند ندارد و به شدت به حمایت هوایی آمریکا وابسته است. اگر آمریکایی ها خارج شوند، کی از آنها حمایت می کند؟ طالبان میگن که از گذشته درس گرفتن، میگن که با گذشته متفاوت برخورد میکنند. شما این رو میپذیرید؟ به نظر من تجربه با آنها ثابت کرده که چون افغانستان کشور محصور در خشکی است، باید مسائل را در نظر بگیرند. اول اینکه دولت بعدی در افغانستان باید رابطه خوبی با همسایه داشته باشد، با همه آنها. حمایت یکی از همسایه ها کافی نیست. هیچ کدام از همسایه های افغانستان راضی نمی شوند که طالبان یا هر کسی دیگر فقط به پاکستان اتکا کنند. به همین دلیل آنها مجبورن رابطه خوبی با شمال داشته باشند، با آسیای میانه و روسیه. بعد هم باید کوشش کنند تا جایی که ممکن است با کشورهای مثل چین و ایران رابطه داشته باشند. در این صورت حکومت بعدی باید تعادل داخلی را رعایت کند. بنابراین طالبان می دانند که داشتن یک امارت مانع بزرگی برای حفظ رابطه خوب با همسایه ها خواهد بود. آنها بعد از مدت و کمک های خارجی هم احساس نیاز خواهند کرد. اتفاقا ادامه کمک های خارجی در توافقنامه بین آمریکا و طالبان هم ذکر شده. طالبان بعدشان نمی آید که میلیاردها دلار کمک های آمریکا همچنان ادامه پیدا کند. آنها تازه به این نتیجه نرسیدند. مدت هاست که فهمیدن افغان ها همچنان به کمک های خارجی نیاز دارند. آنتونیو جوستزی بود، استاد کینگز کالج لندن و نویسنده چند کتاب در مورد افغانستان و طالبان. کمتر از 80 ساعت تا پایان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی است و تعداد کسانی که زود هنگام یا پستی رأی دادن از 90 میلیون نفر بیشتر شده. دونالد ترامپ و جو بایدن و شرکای انتخاباتی آنها در این ساعات آخر تبلیغات به ایالت‌های سرنوشت‌ساز در شمال، مرکز و جنوب آمریکا سفر کردند. بهمن کلباسی از آخرین تحولات این رقابت‌ها گزارش می‌دهد. مشتاقان سحرخیز دونالد ترامپ در ایالت تعیین کننده پنسیلوانیا. آقای ترامپ امروز در 4 گوشه این ایالت برای حامیانش سخنرانی می‌کند. او قرار است در کمتر از 72 ساعتی که تا پایان تبلیغات مانده در مجموع 14 تجمع انتخاباتی در 7 ایالت برگزار کند و حتی در مواردی که مقام‌های یک ایالت مثل مینسوتا به خاطر کرونا اجازه گرد همایی‌های بزرگ را ندادند، رئیس جمهوری آمریکا تن به سخنرانی به سبک رقیبش برای جمعی کوچک با حفظ فاصله اجتماعی داد. فکر کردن اگر محدود کنن من سخنرانی رو لغو میکنم، ولی من گفتم به هیچ وجه مردم مینسوتا رو تنها نمیذارم. دیروز آمریکا رکورد تعداد مبتلایان به کرونا را با تشخیص نزدیک 100,000 مورد جدید در 24 ساعت شکست. آقای ترامپ معتقد است بخشی از تقصیر آمار رو به اوج مبتلایان و مرگ و میر به گردن پزشکان است. دکترها وقتی یکی از کرونا میمیره بیشتر پول میگیرن. میدونستی نه؟ البته دکترها آدمای باهوشی هستن. مثلا در آلمان اگر کسی بیماری قلبی یا سرطان داشته و کرونا هم میگیره، وقتی میمیره مینویسن از سرطان مرد. ولی دکترای ما مینویسن کرونا.
حرف ها و آماری که بحران کرونا را در این روزهای آخر هم در صدر اخبار نگه داشته و جو بایدن سعی می کند در سفرهایش به ایالت های حساس حد اکثر استفاده از آن را بکند. در مناظره هفته پیش ترامپ گفت کرونا دیگه از اوجش داره فاصله میگیره و باید یاد بگیریم که باهاش زندگی کنیم. بهش گفتم ما داریم یاد میگیریم که به خاطر کرونا بمیریم، نه اینکه باهاش زندگی کنیم. به خاطر خرابکاری‌های تو. آقای بایدن تا ساعتی دیگر همراه با رئیس سابقش باراک اوباما در ایالت میشیگان سخنرانی می‌کند. تلاشی برای تکرار نکردن اشتباه 4 سال پیش خانم کلینتون که اطمینان به پیروزی در 3 ایالت میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا سبب شد کمتر به آنها سفر کند. بر اساس آخرین آمار، بیش از 90 میلیون آمریکایی یا با حضور در محل‌های اخذ رأی زودهنگام یا پستی رأی دادند. در بعضی ایالت‌ها مثل تگزاس و هاوایی، تعداد کسانی که پیش از موعد رأی دادند از کل آرا اخذ شده در انتخابات 4 سال پیش بیشتر است. بعضی رأی دهندگان البته میگویند به خاطر نگرانی از افزایش تنش در روز انتخابات زودتر رأی دادند. ترسیدم روز انتخابات بین طرفدارای دو رقیب به خصوص کنار محل‌های رأی‌گیری خشونت بشه. یادم رو بازخواست و اذیت کنن که به کی رأی دادی. برای همین اومدم زود هنگام رأی بدم. نگرانی که در تخته زدن به فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی پایتخت برای پیشگیری از تخریب در آستانه سه‌شنبه روز آخر رأی‌گیری مشهود است. مشارکت بالا و تنش احتمالی در رقابتی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد آقای بایدن در آن پیشتاز است، ولی دموکرات‌ها همچنان نگرانند که تجربه سال 2016 تکرار شود. بهمن کلبوسی، BBC نیویورک. بهمن از نیویورک با ماست. بهمن، بیشتر از 90 میلیون نفر همین الان رأی دادن. انتخابات نه تنها شروع شده که به نظر میاد به نیمه هاش رسیده. بیشتر از نیمه ها، برای اینکه احتمال زیاد تعداد کل آرا از بیش از، یعنی اون تعدادی که تا الان رأی دادن بیش از نیمی از کل آرا خواهد بود. اینجایی که ایستادم جمال، یک صندوق اخذ رأی هست در نیویورک، هم مثل دیگر ایالت ها اینجا هم زود هنگام افراد میتونن بیان رأی بدن پیش از موعد که روز سه‌شنبه روز انتخابات هست. اگر وقت ندارن، اگر نگرانن که اون روز ممکنه در سفر باشن یا هر اتفاق دیگری بیفته، ترجیح میدن خیلی ها که زودتر رأیشون رو به صندوق بندازن. در تعداد قابل توجهی هم در طول ساعتهایی که اینجا من بودم آمدن و رأی دادن. در روزهای گذشته هم تعدادی قابل توجهی صف بسته بودن اینجا در نیویورک برای اینکه بتونن در این صندوق‌های اخذ رأی رأیشون رو به صندوق بندازن. و این صحنه‌هایی است که در سراسر آمریکا دیدیم. ولی پرسش اساسی این است که اگر ما شاهد در نهایت افزایش جدی مشارکت باشیم، چه کسی از این افزایش مشارکت بیشتر سود خواهد بود؟ به نفع کدام یکی از این دو کاندیداست؟ نمیشه جواب قطعی به این داد. اینکه ده ها میلیون نفر زودتر رأی دادند کار شمارش رو آسان‌تر می‌کنه اعلام نتیجه رو یا سخت‌تر؟ قطعاً کار شمارش به خاطر اینکه تعداد آرا بیشتره یه مقداری ممکنه بیشتر طول بکشه. ولی نکته اساسی این است که تعداد زیادی از این آرا پستی آمده به مراکز اخذ رأی و ایالت‌ها قوانین متفاوت و متنوعی دارند در مورد اینکه چگونه آرای پستی رو بشمارن. بعضی‌ها از چند روز قبل، حتی چند هفته قبل شروع میکنن شمردن بدون اینکه نتایجش رو اعلام بکنن، ولی شمارش رو انجام میدن تا نتایج رو در پایان روز انتخابات سه‌شنبه شب منتشر کنن. بعضی دیگه منتظر میمونن تا همه آرای حضوری رو بشمارن، بعد میرن سراغ آرای پستی. در چه کار ممکنه به چهارشنبه و پنجشنبه بکشه، به خصوص ایالتی مثل پنسیلوانیا که آقای ترامپ الان در اونجا هست و یکی از حساس ترین ایالت هاست، جزو ایالت هاییست که بعدن در بعضی بخشاش بعد از پایان شمارش آرای حضوری شمارش آرای پستی رو آغاز می‌کنن. در نتیجه ما باید انتظار داشته باشیم که دست کم در اون ایالت‌ها طولانی‌تر بشه کار و به چهارشنبه و پنجشنبه بکشه برای اینکه نهایتاً آمار دقیقی از مجموعه آرایی که اخذ شده به دست بدن. یک دقیقه بیشتر وقت نداریم بهمن، این لحظات آخر چقدر سرنوشت سازه برای کاندیداها؟ مشخصه که هر دو کارزار اطمینان ندارن از پیروزی در ایالت‌های حساس، مگر نه با این شدت و حدت
درشون فعالیت نمی‌کردن. آقای ترامپ 4 نقطه در پنسیلوانیا، آقای بایدن و آقای اوباما در ایالت میشیگان همین الان دارن حرف می‌زنن و بعد آقای بایدن برمیگرده پنسیلوانیا فردا و همچنین روز دوشنبه. در نتیجه هر دو طرف مشخصه که در عینی که نظرسنجی‌ها نشون میده آقای بایدن جلوس، حساسی مثل پنسیلوانیا هنوز اطمینان کامل ندارن که پیروز میشن. ممنونم از بهمن کرباسی در یکی از مراکز رای‌دهی در نیویورک. در سالهای گذشته اصناف گوناگون بارها به مشکلات معیشتی و صنفی خودشون اعتراض کردند. یکی از این اصناف در ایران معلمان هستند که اغلب حقوق خودشون رو برای گذراندن زندگی ناکافی میدونند و از نبود امنیت شغلی به شدت گلایه دارند. اما حالا مشکلاتشون با حضور میهمان ناخوانده به نام کرونا بسیار پیچیده تر شده. از زمانی که کرونا مدارس رو به تعطیلی کشونده در ایران و آموزش رو از راه دور کرده و کلاس‌های حضوری کمتر انجام شده، ضعف ساختاری سیستم آموزشی جدید بار زیادی روی شانه معلم‌ها گذاشته. از مشکلات عمده اپلیکیشن‌های آموزشی مثل شات که برقراری ارتباط با دانش آموزان رو سخت‌تر کرده تا زحمت مضاعف برای تهیه مواد درسی که برای آموزش از راه دور مناسب باشه. همین مسئله خیلی از معلم‌ها رو از نفس انداخته و صدای اعتراض اونها رو درآورده. اعتراضایی که به فاصله اندکی از اونها این سخنان وزیر آموزش و پرورش ایران منتشر شد و البته خشم معلم‌ها رو دوچندان کرد. معنای حقوقی که می‌گیریم اینه که ما این خدمت رو کامل ارائه می‌کنیم. هر کسی قبول نداره نباید پای اون قرارداد رو امضا کنه. هر کسی امضا کرد یعنی به هیچ عامل دیگری ربط نداره. به هیچ عامل دیگری ربط نداره. فلانی خوب رفتار کرد، فلانی بد رفتار کرد، حقوق ما رو دیر دادن، حقوق ما رو زود دادن، کم دادن، زیاد دادن، به فلانی زیاد دادن، با فلان دستگاه اینجوری، هیچ معیار نیست. چون پذیرفتیم میتونیم نپذیریم، کسی ما رو مجبور نکرده. اگه نمیتونیم زیر بار این مسئولیت بد علم کنیم بکشیم کنار. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش البته بعد از واکنش ها به این سخنان گفت که منظورش معلم ها نبودند. او پیامی در شبکه توییتر منتشر کرد و در اون پیام نوشت، اجازه بدید که پیام رو بیارم. بله، الان متاسفانه گفتگوی من با معاونان و مدیران کل برای بکارگیری همه توان برای خدمت به نادرست خطاب به معلمان و حقوق آنها تلقی شده. سخت کوشی و خلاقیت معلمان در شرایط دشوار کرونایی موجب بالندگی و افتخار ایران است. در یک سال مسئولیتم از هیچ کوششی برای عادلانه سازی حقوق معلمان دریغ نکردم. معلم ها میگن که حقوق اونها پایینه و نبود امکانات هم بر کیفیت کارشون تأثیر گذاشته. اونها میگن که قراردادهای موقت و بدون مزایا براشون ناامنی شغلی و فشار روانی ایجاد کرده. برخوردهای قهری با اعتراضهای صنفی معلمها هم به گفته خودشون غیر منصفانه است. برخوردهایی که گاهی به زندانی شدن معلمهای معترض ختم شده. وزیر آموزش و پرورش قول داده به بخشی از درخواست اینها رسیدگی بکنه با طرحی به نام رتبه بندی معلمان. این طرح قراره در 5 رتبه بر مبنای تحصیلات، مهارت‌های شغلی، دوره‌های آموزشی، سنوات خدمت و تجربه امتیازهایی برای معلم‌ها تعریف کنه. امتیازهایی که مبنای دریافت مزایا و افزایش حقوق خواهد بود. اما آیا چنین سازوکاری اگر اجرا شود می‌تواند پاسخگوی دست کم بخشی از مطالبات معلم‌ها باشد؟ رسول بداغی فعال صنفی فرهنگیان و حقوق بشر از تهران با ماست. آقای بداغی خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو گذاشتید و به برنامه ما پیوستید. اول از فشارهایی بگید که بسیاری از معلم‌ها به اون معترضند. بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و همه بینندگان ارجمند. ببینید فشارها بسیار بسیار مضاعفه، یعنی در هیچ دنیا سابقه نداره که یک کسی که فعال صنفی هست اون هم از نوع فرهنگیش که ده ها هزار تا آدم رو میاره تو خیابان اما حتی یه سنگ هم پرت نمیشه، زندان های 15 سال براش ببرن.
8 سال، 10 سال، 5 سال. ببینید اینها به شدت سرکوب میکنن، حتی خانواده ها رو هم تهدید میکنن. یک معلم فعال صنفی در اتاقهای بازجویی تهدیدش میکنن به انواع و اقسام شکنجه های روحی و روانی و اجتماعی. میگن ما اجازه نخواهیم داد خانواده شما اصلا رشد کنه، ما بچه های شما رو هم بیچاره و بدبخت میکنیم، ما اجازه نخواهیم داد که بچه شما کارمند دولت بشه در هیچ جایی. الان خود بنده اخراج شدم از کار، از سال 90 من حکم اخراجم اومده و 22 سال معلم بودم، بیمه داشتم، اون بیمه رو هم به من نمیدن. حالا ببین ما در کل کشور، یعنی بیشترین ستم ها به معلمان میشه در سراسر ایران، اما این خاموشه، پنهانه، یواشکی تهدید میکنن، حراست ها، اطلاعات. برخی از مدیران مدارس هم حتی به کمک این حراستی ها میان. زندان های طویل المدت، تبعید، کسر از حقوق، انفصال از خدمت، انواع و اقسام اهرم ها اینا در دستشونه که ما فشار میان که صداتون در نیاد. خب از طرف دیگه معلم شیوه استخدام معلم ها رو به شیوه های مختلف اینا تقسیم بندی کردن. شرکتی هست، قراردادی هست، پیمانی هست، قراردادهای موقت یک ساله هست، حق و تدریس هست، که اینها گاهی این معلم ها با 700 هزار تومان در ماه زندگی میکنند. بله. در همین زمینه که الان دارید دربارش صحبت میکنید، طرح رتبه بندی معلمان چقدر چاره کاره؟ ببینید به هیچ عنوان چاره کار نیست، اصلا نیازی به این چیزا نیست. معلم هم سنواتش مشخصه، هم مدرک تحصیلیش مشخصه، هم عرض حضور شما گروهش مشخصه. فقط اینا نمیخوان که به معلم حقوق بدن، چیزی تو خزانه نذاشتن، همه رو به تاراج بردن، نمیخوان حقوق بدن، میان اینا رو به جان همدیگه میندازن. اینا فقط برای اختلاف انداختن بین معلم ها و اینه که خودشون سودشو ببرن. بله. اصلا نیازی به این طبقه بندی ها نیست و از این گذشته هیچ معیاری نیست که کسی غیر از سابقه خدمت، غیر از سنوات خدمت که اینا معلم رو اینجوری درجه بندی کنن. اصلا این درجه بندی ها خلاف انسانیته. یه معلمی خبره است، خب تو بر چه اساسی میگی خبره است؟ یا مدرک تحصیلیشه یا سنوات خدمت. خب اینا یه گروه های تشویقی هم آوردن که کسی که سابقه بسیجی داره، خب این هیچ ربطی به حرفه معلم نداره. چه ربطی کسی که تو بسیج هست خب اونجا بهش حقوق بدن؟ چه ربطی به آموزش و پرورش داره؟ متشکرم. اونایی که متاسفانه وقتمون تموم شد. خیلی ممنونم. ممنونم آقای بوداغی، رسول بوداغی، فعال صنفی فرهنگیان حقوق بشر از تهران با ما. منابع غیر رسمی از بازداشت یکی از رهبران گروه موسوم به مقاومت ملی اهواز خبر داده. وبسایت جنبش آزادی بخش اهواز نوشته حبیب کعبی، ملقب به حبیب اسیوت، از رهبران جنبش نزال در ترکیه بازداشت و به ایران منتقل شده. جنبش نزال از گروه های عضو مقاومت ملی اهواز است. مقام های ایران این جنبش را مسئول حمله دو سال پیش به یک رژه نظامی در اهواز می دانند. گفتگوی داشتیم با هدا هواشمی، همسر حبیب کعبی، و از او پرسیدیم که آخرین اطلاعاتی که از همسرش داشته مربوط به چه زمانی است و او کی ناپدید شده. تمام ماجرا از 5 اکتبر شروع شد. من آخرین تماسی که داشتم با آقای حبیب سیوت 5 اکتبر بود. الان اسباب سفر ایشون رو تا الان نمیدونیم. علامت سوال باقی مونده که چگونه آقای حبیب خودشو به اونجا رسوند و چه کسانی در این نقش حضور داشتن و چه کسانی به او کمک کردن که به ترکیه برسه. متاسفانه ما با هم زندگی نمی کنیم، ولی رابطه فوق العاده قوی با هم داریم. ما 3 تا بچه داریم و هر از گاهی ایشون میاد به ما سر میزنن. پنجشنبه 5 اکتبر بعد از اینکه با هم شام خوردیم ایشون خدافظی کرد و رفت. یک روز بعدش من تماس گرفتم با ایشون به خاطر اینکه بپرسم حال ایشون چجوره، ولی متاسفانه جواب نداد، تلفنش خاموش بود. طبق اون چیزایی که شنیدم ایشون
میخواستم به ترکیه سفر کنم بر اساس کارو نمیدونم چی از دوستان شنیده بودم، ولی در این رابطه هیچ من اطلاعی ندارم. یعنی ما هیچ اطلاعی نداریم متاسفانه که واقعا آقای حبیب زنده است و از چند جهت تهدید به سمتش میومد، ولی یعنی نمیخواست به ما بگه که ناراحت نشیم، به بچه ها نگه که ما ناراحت نشن. ایشون راننده سیاسی دارن و ایشون شخصیت سوئدی هستند. وزارت خارجه سوئد تمام ماجرا رو پیگیری میکنه و پرونده رو اصلا رها نمیکنه. از اطلاعات ترکیه و اطلاعات ایران درخواست کرده که معلومات مورد رو براشون بفرستن، ولی متاسفانه وزارت اطلاعات ایران همکاری نمیکنه با دولت سوئد و همچنین دولت ترکیه هم همکاری نمیکنه. دولت سوئد معتقده که یک چیزای اتفاق افتاده بین ترکیه و ایران و متاسفانه با هم همکاری کردن و حبیب رو به ایران اراده دادن، از طریق آذربایجان غربی حبیب رو تسلیم ایران کردن. ولی ما بعد از تقریبا مصاحبه با پلیس ترکیه در استانبول فهمیدیم که آقای حبیب از 9 اکتبر وارد فرودگاه استانبول شدند و قرار بود که 15 اکتبر استانبول رو ترک کنند به قصد سوئد، ولی متاسفانه 15 اکتبر با توجه به چیزایی که تو خبرهای ترکیه نوشته از طریق پلیس ترکیه، 15 اکتبر در فرودگاه استانبول بوده، ولی بعد از 15 اکتبر بلیتش رو چک نکردند و از همون روز متاسفانه ناپدید شد. همکارم ژیار گل به برنامه پیوسته که موضوع رو دنبال کرده، چه جزئیاتی میدونیم از ماجرا ژیار؟ خب همین صحبت های همسر ایشون یا همسر سابقشون، صحبت های درباره چگونگی رفتن ایشون، حقیقتا ما حدود 10 روز پیش هم یکی از فعالان عرب با ما تماس گرفت و گفت که ایشون رو معتقد گرفتن و در بازداشت پلیس ترکیه است و میخوان ایشون رو تحویل بدن. اون موقع ما تماس گرفتیم اما کسی از خانواده حاضر نشدن با ما حرف بزنن در اون موقع. اما خب تمام شواهد نشون میده آقای کعبی رفته اونجا برای به هر حال یک بزنسی، یک کاری قرار بود، یک فردی مورد اعتماد ایشون رو اونجا ببینه و معلوم نیست، هنوز ما ندیدیم که آیا واقعا این شخص از طرف سازمان‌های سرویس‌های اطلاعاتی ایران ایشون رو به اونجا کشوندن و در حقیقت زمینه رو برای ربودنش آماده کردن یا نه. دولت ترکیه واقعا ایشون رو ابتدا دستگیر کرده و او رو تحویل ایران داده، چرا که در ترکیه اگه روند قانونی بره جلو معمولا این فرد باید در دادگاه حاضر بشه و این قاضی تصمیم میگیره که این شخص به اون کشور مسترد بشه، بازگردانده بشه یا نه. اما ما هیچ خبری از دولت ترکیه و حتی مطبوعات ترکیه که این روند رو طی کرده باشه نشنیدیم. دولت ترکیه عکس العملی نشون داده به شکل مشخص در این باره؟ نه، هیچ عکس العملی نشون نداده. همینجوری جمال شنیدید سناریوهای متفاوتی هست. یک سناریو اینه که احتمال داره مثل جمشید شارمد یا روح الله زم که سال گذشته، دقیقاً اکتبر سال گذشته تو بغداد روبوده شد، ممکنه ایشون هم فریب داده شده باشه و کشیدن به ترکیه برای الان ملاقات شخصی که خیلی مورد معتمد بوده، یا اصلا میخواستن اون برحال برای یک معامله یا حتی قول کمک به اونجا رفته باشه. چرا که العربی روزنامه یکی از سایت های عربی نوشته که یک کشور ثالث هم دست داشته، اون هم قطر بوده. اما خب هنوز مشخص نیست واقعا آیا قطر چه نقشی میتونست داشته باشه. این موضوع ممکنه در یک سناریوشون رو اونجا کشیندن و سازمان اطلاعات ایران یا سازمان اطلاعات سپاه ایشون رو بیده یا نه، واقعا یکی این بوده که شایعاتی هست، ممکنه دستگاه های امنیتی ایران و ترکیه با هم همکاری داشته باشن و حتی برخی از مطبوعات همین العربی نوشته بود که در قبال برسا استرداد دو یا سه عضو پیکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، ترکیه هم آقای کعبی رو تحویل ایران داره. ولی خب واقعا هیچ چیزی الان مشخص نیست، نه ایران اعلام کرده که ایشون رو دستگیر کرده، نه دولت ترکیه در این باره اظهار نظر کرده. به همین جهت شبهات زیادی درباره این پرونده وجود داره. آنچه مسلمه در چند سال گذشته ترکیه مکان امنی برای مخالفان ایرانی نبوده. ما ترور
مسئول جم تی وی آقای کریمی رو داشتیم، بعد مسعود مولوی ترور شد و چند نفر دیگه هم در استانبول ربوده شدن و یا حتی بعضی از پناهجوهایی که به استانبول رفتن، به ترکیه رفتن، اونجا تحویل ایران داده شدن. به هر حال این امکان وجود داره، این توانایی رو داره شبکه‌های سرویس‌های اطلاعاتی ایران که شخصی رو اونجا برو باین حتی بدون اطلاع دولت ترکیه. اما خب عیدم نیست که اینا با هم همکاری کرده باشن دو دولت. ممنونم از ژیار گل. سودان و آمریکا دیروز توافقی امضا کردند که بر اساس اون قرار است واشنگتن بعد از بیش از دو دهه حکومت سودان را مثل دولت‌های دیگر به رسمیت بشناسد و تمام پرونده‌های قضایی علیه این کشور را در دادگاه‌های آمریکا ببندد. در مقابل سودان هم به بازماندگان حملات 22 سال پیش به سفارتخانه‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا خسارت می‌دهد. این توافق بخشی از روند حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم است. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. سودان یک گام دیگر به خروج از فهرست کشورهای حامی تروریسم در آمریکا نزدیک شد. در توافق جدیدی که واشنگتن و خارتوم امضا کردند، موقعیت حقوقی دولت سودان در آمریکا شبیه به کشورهای دیگر جهان خواهد شد. موقعیتی که در آن حکومت‌ها از مسئولیت قضایی برخوردارند و اموالشان توسط دولت آمریکا توقیف نمی‌شود. سودان بیش از یک سال است که بعد از 30 سال حکومت عمر البشیر روزگار جدیدی را تجربه می کند. اما در این حال در کنار بی‌ثباتی سیاسی، شورای حاکمیتی سودان که در حال حاضر اداره کشور را در دست دارد با بحران مالی روبروست. کلید بحران سودان هم در اینجاست. وزارت خارجه آمریکا که از سال 1993 سودان را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد، فهرستی که علاوه بر تحریم و مصادره اموال، دست کشورها را از حمایت‌های مالی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی کوتاه می‌کند. در آن سالها سودان علاوه بر جنگ داخلی میان مسلمانان شمال به رهبری عمر البشیر و مسیحیان جنوب، متهم بود که به القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن پناه داده است. نتیجه این وضعیت پرآشوب قحطی مرگبار سودان در سال 1998 بود. فاجعه‌ای که بیش از 70,000 قربانی بر جای گذاشت و هزاران نفر را نیز آواره کرد. و البته در همین سال القاعده موفق شد یکی از پرتلفات ترین حملات خود را تا آن زمان علیه آمریکا اجرا کند. بمب‌گذاری همزمان در سفارتخانه‌های آمریکا در نایروبی، پایتخت کنیا و دارالسلام، پایتخت تانزانیا. 224 نفر در این بمب‌گذاری‌ها کشته شدند که اکثرشان از شهروندان کنیا و ساکن نایروبی بودند. 12 نفر از قربانیان هم شهروند آمریکا بودند. بیش از 5,000 مجروح و البته حمله موشکی آمریکا به مناطقی که گفته می‌شد اردوگاه‌های القاعده در سودان هستند از جمله پیامدهای این بمب‌گذاری‌ها بود. اما مسئله برای آمریکا به آن حملات موشکی و تحریم‌های بعدش ختم نشد. وقتی دو هفته پیش در توییتر خبر به نتیجه رسیدن مذاکرات سودان و آمریکا توسط دونالد ترامپ منتشر شد، مشخص شد که سودان هنوز با تبعات همان بمب‌گذاری‌های 22 سال پیش دست و پنجه نرم می‌کند، چرا که به گفته رئیس جمهور آمریکا سودان پذیرفته که 335 میلیون دلار به بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری‌های القاعده در سال 98 بپردازد. خبری که چندان به مذاق افکار عمومی سودان خوش نیامد و در نهایت عبدالفتاح برهان، رئیس شورای حاکمیتی که اداره امور را در دست دارد، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که او به آمریکا باج نداده تا از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج شود. اما همچنان خروج نام سودان از فهرست وزارت خارجه آمریکا به پرداخت این پول بستگی دارد. بعد از پرداخت پول هم کنگره آمریکا 45 روز فرصت خواهد داشت که به خروج نام سودان از فهرست اعتراض کند. اگر چنین اعتراضی رخ ندهد، نام سودان از فهرست خارج خواهد شد. فهرستی که در حال حاضر علاوه بر سودان تنها 3 کشور دیگر در جهان در آن قرار دارند: کره شمالی، سوریه و جمهوری اسلامی ایران. کیوان حسینی، بی بی سی. تصاویر زنده‌ای داریم از مقر نخست وزیر بریتانیا در لندن، خیابان داونینگ شماره 10. بوریس جانسون رو می‌بینید. او لحظاتی پیش اعلام کرد که یک بار دیگه از 5 روز بعد بریتانیا وارد قرنطینه 4 هفته‌ای میشه به خاطر اینکه شمار مبتلایان و همینطور آمار مرگ و میر دوباره بالا رفته به دلیل
کرونا. البته در این دور از قرنطینه دانشگاه ها و مدرسه ها باز میمونن، ولی غیر از اونها و غیر از مشاغل بسیار ضروری بقیه مشاغل به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در میان و تمهیدات مربوط به دوره کرونا باز هم یک بار دیگه به مدت یک ماه در بریتانیا اوج میگیره. بوریس جانسون نخست وزیر رو میبینید که لحظات پیش در کنار مشاوران ارشد دولت در امور درمانی صحبت میکرد و الان هم داره به سوالها جواب میده. اما توماس شان کانری ستاره فیلم های جیمز باند در 90 سالگی درگذشت. این بازیگر اسکاتلندی در 7 فیلم جیمز باند بازی کرده و در طول دهه ها فعالیت هنری یک جایزه اسکار، 2 جایزه بفتا و 3 گلدن گلوب گرفته بود. او 20 سال پیش از ملکه بریتانیا لقب شوالیه دریافت کرد. آقای کانری از سال 2003 و بعد از بازی در فیلم انجمن نجیب زادگان عجیب خودش را بازنشسته کرده بود. گزارشی ببینیم از دیوید سیلیتو. باند، جیمز باند. شان کانری بازیگر و ستاره سینما که زندگی حرفه‌ایش بیشتر با یکی از نقش‌هایش شناخته می‌شود. باند. Looking for shells? No, I'm just looking. در نقش مأمور شیک ولی بیپروای 207 چندین مأموریت را برای نجات دنیا از شر نوابغ پلید انجام داد. اما موفقیت ناگهانی جیمز باند حتی خودش را هم غافلگیر کرد. من اصلا این حد از مهم شدن و فشار و چیزهای دیگرش را تصور نمی کردم. خانواده‌اش امروز خبر دادند که او در 90 سالگی در خانه‌اش در کشور باهاما درگذشت. پایانی برای یک شغل طولانی و سرشار از موفقیت. شان کانری فقط محدود به جیمز باند نبود. او یک جایزه اسکار هم به خاطر ایفای نقش در فیلم تسخیرناپذیران دریافت کرد. اما همیشه سایه باند بر سرش سنگینی می‌کرد. او در نقش باند چنان خوب ظاهر شد که جانشینانش را در این نقش همیشه با او می‌سنجند. امروز دهمین سالگرد درگذشت اولین باغچبان است. او وقتی دانشجوی کنسرواتور دولتی آنکارا بود با سمین باغچبان، آهنگساز ایرانی و دانشجوی همان کنسرواتور آشنا شد و بعد از ازدواج با او در سال 1329 به ایران آمد. اولین در ایران به تدریس آواز در هنرستان عالی موسیقی پرداخت و بعدها به یکی از ستارگان اپرای تهران بدل شد. او نقش موثری در گسترش اپرا و آواز گروهی در ایران ایفا کرد. پژمان اکبرزاده نگاهی کرده به آثار اولین باغچبان. سالهای پایانی دهه 40 خورشیدی برای اولین باغچبان اوج دوران فعالیت بود. با شکل گرفتن گروه اپرای تهران در تالار رودکی، او در بسیاری از اپراها نقش‌های اصلی را ایفا می‌کرد. بسیاری از مدارک و ضبط‌های تالار در جریان انقلاب اسلامی از میان رفت، اما به بهانه دهمین سالگرد درگذشت اولین باغچبان، فرزندش کاوه تعدادی از ضبط‌های بر جای مانده در آرشیو خانوادگی را همراه با کتاب مصوری منتشر کرده. خیلی غم انگیز بود که بعد از این همه فعالیت در اپرای تهران آلبومی از اجرای مادرم وجود نداشت. البته اینا هم ضبط‌های حرفه‌ای استودیو نیستش، اینا فقط برای ثبت سوابق با یه میکروفون خیلی معمولی گرفته شده، ولی به این هم شکر، چون که نموداری هستن از اینکه زمانی اپرا در ایران وجود داشته. مجموعه منتشر شده توسط کاوه باغچبان با پشتیبانی بنیاد توس علاوه بر نمونه‌های اجرایی بیش از 50 نمونه سند و تصویر را نیز در خود دارد که گرچه بر فعالیت‌های اولین باغچبان متمرکزند، ولی روشن کننده بخشی از تاریخ موسیقی در ایران معاصر هستند. بسیاری از این نمونه‌ها پیشتر در دسترس عموم نبودند. از بین رفتن مدارک و عکس‌ها کارهای پژوهشی را در زمینه اپرا و کر در ایران مشکل کرده. ما اینها رو با خودمون آوردیم، حتی با امیدی که شاید اینها سالم باشن و یه روزم بشه منتشرش کنیم.
فکر میکنم اگر بازمانده بقیه هنرمندان اگر در دست صدا و مدرکی چیز دارن، اگر اونها هم منتشر بکنن، خلایی که در این زمینه هست یک کمی پر بشه. اورین باغچبان سالها در هنرستان عالی موسیقی و استاد آواز بود. از مشهورترین هنرجویانش میتوان به حسین سرشار اشاره کرد. باغچبان در زمینه رهبری آواز گروهی هم فعالیت گسترده‌ای داشت. در سال 1346 گروه کر تهران را تشکیل داد که اجرای آواز گروهی در مراسم تاجگذاری به آن محول شد. قرار شد که بریم کاخ گلستان تمرین هایی بکنیم با شاه و شاهبانو که اینا قدم میخوان را برن با موزیک ما معلوم بشه. حالا تمرین داره میشه. سپه بود یزدان پناه بود، گفتش که عمرای ارتش وارد شن. عمرای ارتش همه چیز شمشیر به دست، اینجوری شمشیر را بالا اومدن تو. من میگیم من با اینا چگار خواهم کرد؟ میگم اومدن و نشستن سر جا. یادم آقای پربود این آهنگایی که در وزارت فرهنگ هنر آهنگسازا درست میکردن برای تاجگذاری میآوردن و علازت گوش میدادن، من گوش میدادن، نظر ما رو میخواستن. و یادم همجور که از تال اون تالار بزرگ وارد میشدیم، این کورال دست راست بود و اگه اشتباه نکنم شروع میشد با شها شهریارا. خیلی آهنگ قشنگی بود. اولین باغچبان همچنین با پشتیبانی بنیاد خیریه فرای پهلوی یک هنرستان موسیقی برای کودکان بی سرپرست در تهران ایجاد کرد. یک گروه کر نیز در این هنرستان به رهبری او ایجاد شد. موفقیت گروه تا جایی پیش رفت که تنها چند ماه پیش از پیروزی انقلاب برای ضبط دو آلبوم به اتریش اعزام شد. رنگین کمون آلبومی از ساخته های سمین باغچبان برای کودکان و مجموعه ای از ترانه های محلی ایران. آلبوم دوم به دلیل داشتن نام کر فرح برخود امکان نشر در ایران نیافت و نهایتاً 40 سال بعد در اروپا منتشر شد. پژمان اکبرزاده، آمستردام. ممنون که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.